با سلام دوستان عزیز و تشکر از اینکه اومدین اینجا ویکندتون رو به ما اختصاص دادین. من همونطوری که میبینین موضوع کنفرانسم مغز انسان و سلامت روانه که در حقیقت در اون میخوام یه نگاهی بکنم به تحقیقاتی که در زمینه مغز توی انسان انجام شده و اینکه در کل محیط تربیتی چه تأثیر میتونه بذاره روی شکل‌گیری روان انسان، اونم بیشتر از دیدگاه رشد مغزی. دلیل اینکه من این موضوع رو انتخاب کردم اینه که در سالهای اخیر خیلی تحقیقات جالبی شده در زمینه مغز انسان و اینکه محیط تربیتی به چه میزان میتونه تو شکل‌گیری مغز انسان تأثیر بذاره در سالهای کودکی. و خب این برای ما روانشناس‌ها خیلی جالب هست به خاطر اینکه خب یه سری چیزایی که روانشناس‌ها سالها شاید تکرار میکردن در ارتباط با اهمیت کودکی توی رشد روان انسان و ما متوجه میشیم که در سالهای اخیر تحولات علم یعنی تمام علومی که در ارتباط با مغز کار میکنه که خیلی تایید کردن چیزایی که روانشناسا میگفتن. نمیدونم چقدر شنیدین در مورد علم نوروساینس، به انگلیسی بهش میگن نوروساینس، که در حقیقت اینا نوروساینس به مجموعه رشته های علمی میگن که در ارتباط با مغز و به سیستم عصبی انسان تحقیق میکنن. حالا من مشخصا اون بخشیشو میخوام در ارتباط باش صحبت کنم که به مطالعه احساسات در انسان و مکانیزمش. صدام خیلی بلنده اینجوری خوبه؟ نه اکو میده الان خوبه؟ اینجوری خوبه؟ بعد خب همونطوری که گفتم توی سالهای اخیر خیلی نوروساینتیفیکا خیلی تحقیقات جالبی کردن که واقعا پنجره جدیدی به درون مغز انسان شده و یکی از موضوعهای تحقیقاتشون مشخصا همین رابطه دستگاه روانی با رشد مغز انسان در کودکی و یکی از دلایل اصلیش ابزار و ماشین‌هایی که در سال‌های اخیر یعنی پیشرفت ابزار علمی خیلی یعنی در حقیقت به این همکاره ما کمک کرده که بتونن مغز انسانو و عملکردش رو در کودکی و در بزرگسالی مشاهده بکنن. و همونطور که گفتم خیلی از چیزهایی که توی مغز انسان مشاهده کردن و توی مغز کودک انسان در جهت داده‌هایی که در دهه‌های اخیر روانشناسی روی اون تاکید داشته. خب حالا یه تفاوت عمده‌ش هم اینه که خب توی روانشناسی بیشتر خب شاید به ذهنتون بیاد که بیشتر خب خیلی تئوری بوده ولی چیزی که هست اینه که تحقیقاتی که در زمینه مغز شده یعنی چیزایی که مشاهده میشه یعنی حالا با هم در موردش صحبت میکنیم اینا. خب حالا من توی این کنفرانس مقدار پامو از حوزه خودم فراتر گذاشتم خب چون من رشتم روانشناسی ولی انقدر اینا این تحقیقات جالب هستن که واقعا حیفم اومد که اینا رو با شما تقسیمشون نکنم. اشاره در سالهای بعد متخصصین نوروساینتیفیک ایرانی به ما میپیوندن و اونا توضیحات کاملتر رو بیشتر میدن. حالا در اینجا یه مبحث اول که میخوام در ارتباط باش صحبت کنم چون در کل صحبت من در ارتباط با کودکی خواهد بود. خب یه سری مطالعات زیادی شده در ارتباط با اینکه چه تفاوتایی وجود داره بین مغز کودک با مغز انسان بزرگسال. چون همونطور که حتما خیلی متوجه شدی اینه که بچه‌ها عکس العملشون در مورد هیجانات و احساسات خیلی با ما فرق داره
یعنی اینکه کنترل هیجانات درشون خیلی کمتر از ما. حالا این عکس من براتون گذاشتم که یه مقدار نمودی از همینه که مثلا بچه ترس یا اندوه و اینا رو خیلی مثلا ممکنه یه چیزی باشه که ما اینقدر ناراحتمون نکنه، ولی یه دفعه میبینیم که بچه سر یه چیز کوچیک مثلا میتونه خیلی گریه کنه یا خیلی بترسه. خیلی موقع ما ممکنه فکر کنیم که مثلا هی بابا بچه‌مون مشکل داره یا اینکه آسیب روانی داره یا اینکه داره فیلم بازی میکنه میخواد مثلا بهش توجه کنه. ولی تحقیقاتی که متخصصین مغز انجام دادن اینه که دلیل این قضیه که انقدر بچه‌ها میتونن هیجاناتشون رو خیلی شدید زندگی بکنن عدم رشد کافی مغز هست در کودکی. که خب همونجور که توضیح دادم باعث میشه که توی رفتارشون به قول معروف چیزها رو خیلی بدتر زندگی کنن. به خاطر همینه که الان صحبت جدید هست، میگن حتی برای بچه های کوچیک تعریف کردن قصه های ترسناک هم مثلا بچه های نمیدونم زیر 4 سال اینا میتونه خیلی جالب نباشه، به خاطر اینکه حالا بعدا براتون بیشتر توضیح میدم اینکه چون مغز بچه نمیتونه هنوز قدرت کنترل ترس رو نداره میتونه این قضیه رو بد زندگیش کنه. بعد نکته دیگه ای که هست اینه که خب اینجا من خیلی تاکیدم روی اینه، اینکه چقدر محیط تربیتی، یعنی اینا واقعا چیزایی که دیده شده توی ساخت مغز، چقدر محیط تربیتی میتونه تأثیر بذاره تو شکلگیری و رشد مغز انسان. و این خیلی، این نکته واقعا خیلی مهمه و خب الان خیلی هم روی این کار میشه که پدر مادرها رو و مدرسه ها رو خیلی بیش از پیش به این نکته و اینکه تأثیر استرس و خشونت روی مغز بچه ها چقدر میتونه زیاد باشه. در کل من تاکیدم روی این موضوع فقط این نیست که حالا در مورد روانشناسی کودک بخوام صحبت کنم، چون تم ما یعنی موضوع ما سلامت روانه و سلامت روان یه بعد اصلیش خب پیشگیریه دیگه، و کودکی به عنوان فاز اول زندگی انسان در حقیقت فاز مهمیه برای اینکه روان و مغز انسان در اون حالت شکل میگیره. حالا یکی از تفاوت‌های مغز کودک با مغز بزرگسال چیه که واقعا باعث میشه که نتونه اینجوری احساساتش رو کنترل بکنه؟ اینه که شما اگه توجه بکنید این بخش قرمز بهش میگن که سیستم لمبی، که در حقیقت حالا تو بعضی زبان هم بهش میگن مغز احساسی، یعنی تمام احساسات، بخش اعظم احساسات و هیجانات ما این تو کنترل میشه، یعنی کنترل که یعنی تجربه میشه بیشتر. بعد این قسمت که بنفشه بهش میگن کورتکس پرفرونتال یا پیشانی، که در حقیقت این بخش کورتکس همونجور که میدونین خیلی مختص انسانه، در صورتی که اون بخش لمبیک توی حیوانات هم وجود داره. ببخشید من یه مقدار توضیح بیولوژیک خیلی لازمه بعد ازتون میخوام که دقت بکنیم برای اینکه متوجه اهمیت موضوع بشیم که اصلا ترس و استراب شدید رو بچه و روی ساخت روان انسان چه تأثیری میتونه بذاره. واقعا ازتون میخوام این قضیه دقت بکنیم و اینا رو سعی بکنیم که باشون ربط بگیریم. بعد چیه مشکل توی بچه؟ چرا نمیتونه هیجانات و احساساتش چرا نمیتونه کنترل بکنه؟ به خاطر اینکه نگاه کنید این بخش بنفشه که میبینین کورتکس جلوی انسان، یعنی مرکز استدلال و منطق و زبان و تمام چیزهایی که ما میتونیم حل مشکل و ایناست. خب بعد توی کودک مثلا خصوصا زیر 6-7 سال این بخش اولا به رشد کافی نرسیده. خب بعد ثانیاً یعنی چیزی که تو ما باعث میشه که بتونیم خودمونو آروم بکنیم وقتی که از چیزی ناراحتیم یا میترسیم یا خشمگینیم، این اتصال بخش قرمز که بخش لمبیک باشه به این بخش چی میگن کورتکس جلویی هست.
یه مدارایی هست این دوتا رو به هم وصل میکنه، یعنی با رشد وقتی ما هی بزرگتر میشیم این مدارا شکل میگیرن و باعث میشن که ما بتونیم کنترل کنیم احساساتمون. حالا این مدارها توی بچه‌ها اصلا شکل نگرفته هنوز. خب بعد خود این عدم شکل‌گیری مدارها باعث میشه که یعنی در واقع احساس بچه به اون بخش منطقی ذهنش متصل نباشه، یعنی تقصیر خودشون نیست. اگه میبینین که بچه‌تون نوه‌تون خیلی بالا پایین میبره و یعنی سر یه چیز کوچیک ممکنه گریه کنین، دلیلش اینه. حالا وقتی من میگم احساس، وقتی میگم هیجانات، چیزی که توی فرانسه ما بهش میگیم اموسیون، به انگلیسی میگن اموشن، نمیدونم حالا شما به هلندی بهش میگین، ولی آره درست. مشخصا منظورم این چهار تا احساس اصلی، یکیش خشمه، یکیش ترسه، یکیش اندوهه و یکیش شادیه. حالا اکس بچه هم براتون گذاشتم که دون دارین درمون بچه ها حرف میدن، که در حقیقت این احساس ها، حالا اون میمون هم خب حالا برای این گوشتم که اونها هم یعنی در حقیقت چیزی که هست اینه که توی جانوران و انسان این بخش اموشنال یا بخش لمبی که بهتون گفتم یعنی توی پستانداران هم وجود داره، توی یه سری خزنده هم هستش، اما این بخش کورتکس مشخصا به این شکل پیشرفتش به انسان چیز داریم. بعد اینو میخواستم بگم که اینا توی بشر غریزیه، یعنی خشم و ترس و شادی و اندو توی ما غریزیه. حالا خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب یه سری کارکردای چیز داره، یه سری کارکردای ارتباطی داره، یعنی توی تکامل طبیعی اگه مغز ما به اینجا رسیده به خاطر اینکه هم ما رو تونسته علاوز بقای چی میگن زندگی حفظ بکنه، هم توی روابطمون موثر بوده. مثلا حالا خیلی نمیریم توی موضوع، ولی خب میتونی تصور بکنی که شادی، لبخند میتونه همون حس زندگی رو با آدم زیاد کنه، هم ارتباطش رو با دیگران. ولی خب حالا مثلا ممکنه با خودتون بگین که خب مثلا ترس بشه درد میخوره، ترس، خشم، اینا که حسای خوبی نیست که، مثلا چرا تکامل طبیعی هم چیزی توی ما گذاشته. که باز فکر میکنم خیلی موضوع مهمیه برای فهمیدن ساخت روانی بشر. حالا این باز این بخش صورتی که میبینین همین بخش احساسی و لمبیک هستش که مرکز این احساس هست. خب حالا سوال این بود که واقعا حالا ترس رو برای چی تکامل طبیعی مثلا ترس رو توی ما گذاشته، چه فایده برامون داره؟ در حقیقت شما اگه نگاه کنین مثلا اجداد ما خب توی غارها زندگی میکنن، خب اینا توی وضعیت های قرار میگرفتن که خطر وجود داشته دیگه، یعنی مثلا یه دفعه میبینید یه حیوان وحشی جلوشون ظاهر میشه. یعنی در حقیقت مکانیزم بدن انسان به شکلیه که برای اینکه ما رو حفظ بکنه از خطر ترس و اینا، همین که مثلا در مقابل یه خطر قرار میگیره چی میشه، این یه مکانیزمی توی مغز ما بیدار میکنه. چرا؟ برای چی این مکانیزم بیدار میشه؟ برای اینکه بتونی فرار بکنی یا بتونی از خودتون دفاع بکنی. یعنی متوجه شدین که وقتی میترسین از یه چیزی، وقتی مضطربین قلبتون شروع میکنه به زدن، نمیدونم یه سری تغییرهای فیزیولوژیک توتون در انجام میشه. این در حقیقت عملکرد غریزیش برای ما چیه؟ برای ما اینه که بتونیم وقتی مثلا اون همون اجداد ما توی موقعیت قرار میگرفته میتونسته فرار بکنه. خب این عملکرد طبیعیش توی بدنه. اما یه مسئله هست، یه مسئله ای که هست اینه که خب وقتی که اون موقعیت ترسناک تموم میشه، خب مثلا فرض کنین وقتی خطر دیگه وجود نداره چی میشه دیگه؟ این مکانیزم پایین میاد و آدم آروم میشه. ولی توی کودک در حقیقت این چیز وجود نداره، یعنی کودک مغزش اونقدر روش نکرده که بتونه خودش رو آروم بکنه. خب ماها توی ما حالا براتون سیستمش رو توضیح میدم که به چه شکله.
ما وقتی که از یه چیزی میترسیم یا اینا، معمولا اگه تقریبا سلامت روان داشته باشیم میتونیم مثلا بالاخره خشممون رو یا ترسمون یا اندوهمون رو ببخشید کنترل بکنیم. اما در مورد کسایی که مثلا دچار افسردگی و اینا هستن، خب حالا به دلایلی که بعدا براتون توضیح میدم، این کنترل خب پایین میاد اینجوری. حالا باز دوباره به قضیه رشد مغز در انسان برمیگردیم توی کودکی و اینکه استرس چقدر میتونه تاثیر بذاره. الان نوروساینتیفیک‌ها خیلی روی این قضیه تحقیق کردن که تاثیر استرس و فشار روانی روی کودک چقدر میتونه باشه، که من بیشتر صحبتمو روی این قضیه تاکید میکنم روش. خب این بخش خیلی مهمه. اینم اینه که نگاه کنیم یه مقدار به صورت شماتیک مغز انسانو، یعنی اون بخشی که من احتیاج دارم برای شما توضیح بدم اینجا کشیدم. اونم اینه که اگه دقت بکنین این بخشای قرمز، اینا رو بهش میگن آمیگدال. اینا دوتا هم داریم، نمیدونم مشخص هست یا نه. این آمیگدال یعنی در حقیقت قرار داره تو همون بخش لمبی که بهتون گفتم اینا. بعد اینا چی میشه وقتی که مثلا ماها از یه موقعیتی میترسیم؟ اینو بهش میگن، این نقطه قرمزها رو بهش میگن مرکز ترس. خب یعنی مثل یه زنگ خطره. خب همین که توی موقعیت ترس قرار میگیریم، این شروع میکنه چیزه، یعنی تشخیص میده که خطر هست، بعد شروع میکنه فعالیتی زیاد میشه و همونجور که بهتون گفتیم مثلا هورمونای نورادرنالین و اینا ترشح میشه که باعث میشه که مثلا ما بتونیم از اون موقعیت فرار بکنیم. اما توی بچه ها متاسفانه اون مکانیسم کنترل آمیگدال هنوز به وجود نیامده. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که بچه ترس شدید و تجربه میکنه در خودش، اون مکانیزمی که بیاد به این استوب بزنه هنوز تشکیل نشده. در نتیجه بچه ها برای آروم شدن احتیاج دارن که شما بهشون تسلی بدین. یعنی بچه ها اغلب موارد نمیتونن خودشون تسلی بدن به خاطر همین چیزایی که براتون توضیح دادم در لحاظ مغزی و تغییراتی، یعنی فرقایی که با ما میکنن. حالا من یه چند تا از این تحقیقات اینجا میخوام براتون بگم که واقعا تاثیر خشونت روی بچه ها چی میتونه باشه. حالا فقط هم نه خشونت، بی‌اعتنایی به کودک هم میتونه همین تاثیرها رو بذاره، برای اینکه یه سری روی ساخت مغزی تاثیر داره. حالا این تحقیقاتی که من برای شما میگم، یعنی محققینی هستن، اغلبشون محققینی هستن که در زمینه مغزی کار میکنن. ایشون که میبینی یکی از محققای هاروارد هستن به اسم مارتین تیچر، که اینا در حقیقت ایشون مطالعه کردن روی کورتکس و مدارهای عصبی، همونی که اول براتون توضیح دادن، و اصلا مشاهده کردن که وقتی که تو بچه‌هایی که تو کودکیشون یعنی تحت خشونت هستن، اصلا این مدارهایی که این دو تا نقطه رو که گفتیم باعث میشه که کنترل بکنه، اصلا شکل نگرفته. خب در نتیجه اینا وقتی که بزرگ میشن میتونن تبدیل به آدمایی بشن که دچار مشکل کنترل احساساتشون هستن، به خاطر اینکه چون تو فضای خشن و این خشونت، ایشون مشخصا در مورد خشونت کلامی چیز کردن، مطالعه کردن، که تحقیقش هم تو میبینی خیلی جدیده، مال 2014. اینه که متاسفانه میتونه تاثیر بذاره توی مغز انسان بزرگسال. این باز یه تحقیق دیده است، من فکر کنم وقت کم میارم، یه ذره وقت اضافه شد. حالا سعی میکنم جمع جور ترش کنم. این باز یه تحقیق دیگه است که روی نوجوانا انجام شده و نشون میده که پدر مادری که برای تربیت کودکانشون اونا رو مورد توهین قرار میدن، مثلا بهش میگن عقب مونده، بی‌لیاقت، بی‌خاصیت. یه موقع پدر مادر میخوام مثلا بچه رو قلقلک کنن که بشین درس بخونه، مثلا
شروع میکنم میگن تو اصلا هیچی نمیشی، نمیدونم سیپورم، مثلا چیزایی که واقعا تحقیرآمیزه. و مطالعات نشون داده که اینجور بچه ها وقت در زمان نوجوانی دچار مشکل خشونت میتونن بشن و رفتار ضد اجتماعی. خب حالا این یه بخش دیگه مغزه که خیلی مهمه، اینم سریع توضیح میدم. خب این قرمز داره که گفتیم اینا امیگداله، بعد اون قسمت سبز رنگ که میبینین بهش چسبیده این بهش میگن هیپوکامپ. اینم خیلی باز مهمه آشنا شدن با این هیپوکامپ. چرا؟ برای اینکه هیپوکامپ یکی از مراکز مهمیه که باعث میشه ما یادگیری و حافظه‌مونه. خب یعنی وقتی هیپوکامپ خوب کار بکنه حافظه بهتری داریم و یادگیریمون بهتره. بعد باز چیزی که نشون داده، اولا که بچهای کوچیک بعد این هیپوکامپ، یه نکته‌ای که اول باید بگم اینه که هیپوکامپ خیلی رول مهمی داره که اون ترس رو بیاره پایین. یعنی گفتیم موقعی که ما در خطر هستیم و امیگدال فعاله، هیپوکامپ میاد وقتی خطر تموم میشه میاد و این خطر رو به قول معروف میگه که خطر تموم شده و امیگدال ترشحش کم میشه، ترشح هورمونیش. اما تا قبل از 3-5 سالگی فعال نیست و به خاطر همینه که یکی از دلایلی که باز بچه ها انقدر حساسن در ارتباط با مثلا فشارهای محیطی این هستش که هنوز هیپوکامپشون فعال نشده. در یه چیزی که خیلی مهمه، تأثیریه که استرس توی رشد هیپوکامپ داره. خب نگاه کنیم، وقتی یه بچه زیاد تو استرس باشه، این فشار عصبی، این هورمونایی که ترشح میشه، هورمون کورتیزول سلولای هیپوکامپو میکشه. یعنی به خاطر همینه که استرس باعث میشه که یادگیری ما بیاد پایین، خصوصا کودک. خب یعنی از تعداد سلولای هیپوکامپش میاد پایین، در نتیجه میتونه رو حافظش تاثیر بذاره، روی یادگیریش هم تاثیر بذاره. خیلی مهمه، برای اینکه نشون میده که یادگیری بچه تو فضای استرس هم فایده نداره. برای اینکه شما وقتی بچه رو میذارید تو استرس، کل این مکانیزمش چیز میگه، یعنی بچه هایی که مدام تو ترس و استرسن، قابلیت آموختنشون و حافظهشون میاد پایین. حالا این خانوم در سال 2013 جوان لابی، یکی از محققای بزرگ هستش که این مشخصا هیپوکامپ بچه ها رو برش تو من مقایسه کرده، همون بخش سبز رو، و دیده که بچه‌هایی که مادرشون، حالا مادر میگن برای اینکه بچه کانتکتش با مادر بیشتر بوده تو خانواده، بچه‌هایی که مادرشون رفتار حمایتگرانه عاطفی دارن، هیپوکامپشون خیلی بیشتر رشد کرده و وقتی اینا به سن 13 سالگی میرسن حافظه و هوششون خیلی بیشتر. یعنی دو تا گروه مقایسه کردن، اونایی که مادرها رفتارهای مثلا عاطفی تری دارن، اونایی که مثلا خشنتن، و مقایسه کردن اصلا هیپوکامپ اونا خیلی رشد بیشتری داره و مشخصا تاثیر گذاشته توی حافظه‌شون و هوششون. ایشون هم باز یه محققی هستن، ایشون هم تحقیقشون فکر کنم هم مال سال 2014 آقای بوریس مک ایون، که ایشون روی مولکول‌های مغز کار کردن، مشخصا کورتیزول که در مورد صحبت کردیم. اینکه وقتی بچه خیلی تو استرس و هی مدام این کورتیزول ترشح میشه، باعث میشه که همونطور که گفتیم یه سری سلولای هیپوکام از دست بره و در حقیقت این بچه این ترسا رو نگه داره تو خودش تمام زندگیش. یعنی اینکه خصوصا ترسای خیلی وقتی ما خیلی کوچیکیم، زیر 3-4 سال، چون هیپوکامپ ما هنوز شکل نگرفته، این ترسا ممکنه با هیچ خاطره‌ای هم طرف نباشه، برای اینکه چون هنوز اون بخش حافظه خوب شکل نگرفته، ولی ترسه یه جایی توی دستگاه روانی بچه ها باقی میمونه به این شکل. که باز این محققی که قبلا در مورد صحبت کردیم، ایشون هم روی هیپوکامپ، آقای مخزن تیچر، کار کردن سال 2012 و به این نتیجه رسیدن که بعد رفتار جسمی و کلامی میتونه حجم هیپوکامپ رو کم بکنه. باز این یه بخش دیگه از مغزه، ببخشید خیلی بیولوژیک شد، فکر می‌کنم که خیلی مهمه، اینا چیزایی که واقعا دونستنش مهمه. 5 دقیقه دیگه خب خیلی سریع میرم جلو. این بخشی آبی مغزه که حالا به فارسی بهش میگن کمربند قدامی، این تاثیر خشونت
بر این بخش اینه که یعنی اینکه بچه خیلی همش تو ترس زندگی کنه باعث میشه که فرد وقتی بزرگ میشه ناخودآگاه دیگران رو به صورت خطر اصلا تلقی میکنه. یعنی این بخش خوب روش نمی کنه و روی مشاهده دیگری تأثیر میذاره. یعنی فرد در مقابل دیگران احساس استرس شدید میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ناخودآگاه اونا رو به عنوان خطر چیز میکنه، مشاهده میکنه. یعنی که ابزار مشاهده دیگران مختل شده توش. این بخش صورتی جسم مخطط یا استریاتوم هستش که با تأثیر خشونت روش اینه که مشاهدات ما رو باز فیلتر میکنه و باعث میشه که دنیا رو تحریف شده ببینیم. این همش تاثیر استرس. حالا مفصله و اینجا من سعی میکنم خلاصه چیزه. خب حالا بعد چیزایی که خوبه برای بچه‌ها، یعنی اینکه میتونه کمک بکنه به رشد روانی و سلامت روانشون، یکی مسئله ابراز احساسات و هیجانات درونه و اینکه بتونن روی هیجاناتشون اسم بذارن. من غمگینم، به بچه یاد بگیم میگم من عصبانیم، برعکس خیلی چیزایی که مثلا میخوان احساس بچه رو انکار کنن. نه، بچه باید بتونه روی احساسش اسم بذاره، نه گری کردن بده، نه عصبانی شدن، باید بتونه بگیم من عصبانی. و این باعث میشه که فعالیت امیگدال، همون جایی که مرکز ترس بود، بیاد پایین، ترشحات کورتیزول و آدرنالین بیاد پایین و استرس بچه بیاد پایین. این خانم یه پژوهشگرن، خانم سلیا براونر، که در سال 2014 یه تحقیق خیلی جالبی کردن روی روند اجتماعی شدن کودکان 18 تا 30 ماه و اینکه متوجه شدن بچه‌هایی که با ماماناشون بهشون یاد میدن که رو احساساشون اسم بذارن خیلی اجتماعی ترن. یعنی این قابلیت تاثیر میذاره رو اجتماعی شدنشون و اینکه به دیگران خیلی توجهشون بیشتره و اینکه همکاری با دیگران رو خیلی بهتر از بچه های دیگه میتونن انجام بدن. حالا این هم خیلی سریع رد میشم. این جسم پینه ای اون بخشی که دوتا همیسفر رو به هم وصل میکنه. خب بعد وقتی بچه یاد میگه رو احساساش اسم بذاره، این بخش صورتی که این وسط میبینی خیلی بهتر شکل میگیره و باعث میشه که بچه قابلیت همدلی با دیگران رو پیدا بکن و خیلی چیزهای دیگه که حالا اینجا چیز وقت نداریم. یکی مثلا اهمیت بازی کردن، بازی کردن، خندیدن، تفریح کردن، همه این چیزها باعث تحول مغز بچه میشه. برای اینکه وقتی که اون احساس شادی و بازی هست، یعنی اون حالتهایی که بازی درش به وجود میاره، باعث میشه که یه مولکولی که اسمش BDNF ترشح بشه و این ترشح اینا در حقیقت باعث میشه که سلولهای عصبی بهتر رشد بکنن. یکی چیزایی دیگه که خیلی خوبه برای بچه‌ها مثلا همدل بودن، همدلی یا آمپاتی با کودکه، که این همدلی حتما شنیدین، هورمون اکسیتوسین رو در مورد شنیدین که چقدر برای بدن مفید هم هستش. یعنی هر بار که شما با بچه همدل بشین، یعنی که وقتی ناراحت سعی کنین وارد دنیاش بشین و بفهمینش و اینا، باعث میشه که این هورمون تو ترشح بشه و اینکه این چیز خیلی مهمیه. اکسیتوسین هم تو روابط اجتماعی، هم احساس عشق و دوستی و اینکه خیلی هم چی میگن قابل انتقاله. یعنی بچه توی خودش احساس آمپاتی رو میتونه ایجاد بکنه. یعنی بچه‌هایی که تو این فضا رشد کردن خودشون آدمای آمپاتی که میشن، آدمایی هستن که تجربه همدلی توشون خیلی زیاده، برای اینکه خودشون این احساس رو تجربه کردن. حالا اینجا یه سری خاصیت‌های اکسیتوسین رو نوشتم که چقدر توی روابط اجتماعیمون مهمه، چقدر مهمه که به ما احساس آرامش بده، استرسمون رو کم بکنه. یعنی در واقع ما توی بدنمون همه عوامل ضد استرس رو داریم، فقط مسئله اینه که مهمه که بتونیم اونا رو بتونیم فعالشون بکنیم. ولی خب از اون ور استرس باعث میشه که هورمون اکسیتوسین بچه وقتی که استرس هست کاملا متوقف میشه. همینطور سرزنش، تهدید، اینا همش باعث میشه که اکسیتوسین متوقف بشه. در نتیجه اینا چیزایی نیستش که ما بتونیم استفاده بکنیم برای اینکه بچه، برای آموزش بچه، یعنی برای یادگیری بچه اصلا به هیچ وجه، نه برای
دستگاه روانیش خوبه نه برای یادگیریش. حالا باز اینا روش نمونم. هورمون‌های دیگه هستن که عامل ترشحشون اکسیتوسینه، مثل دوپامین، اندورفین، سروتونین، که همه اینا باعث میشن که ما خلاقیت داشته باشیم، احساس آرامش و در خلق و خومون یه ثباتی داشته باشیم. حالا فقط خلاصه میکنم، این فرق همین، هدف من این بود که به شما نشون بدم که چقدر کودکی میتونه توی رشد مغز تأثیر بذاره. فقط یه نکته کوچیک خواستم بگم، بعدا توی سوال جواب اگه بخواین در موردش صحبت میکنم، که شاید به خودتون بگین که خب پس ما که حالا بزرگ شدیم ما یه سری این چیزها رو ممکنه ما تو کودکی دیده باشیم، پس یعنی که ما هیچ امیدی دیگه بهمون نیست. اصلا اینطوری نیست. یه نکته‌ای که خیلی مهمه مثلا انعطاف‌پذیری مغزه و موثر بودن روان درمانی‌های مختلف و مراقبه، و حالا بعدن همکارای ما در ارتباط با متدهای مختلف صحبت می‌کنیم، اینه که تمام اینها چون مغز ما انعطاف‌پذیره، آموزش و اینکه به خودمون یاد بدیم که بتونیم احساساتمون رو بیان کنیم و خیلی از متدهای دیگه میتونه به ما کمک بکنه، که یعنی این مغز ما در هر سنی که شما باشین قابل تغییر، و اینه که ناامید نشیم احساس میکنید مثلا توی هیجاناتتون کنترلش، یا مثلا احساسی نسبت به زندگی داریم خیلی مثبت نیست. اینا یعنی چیزایی که حتما با هر چیزی که شما آموزش پیدا میکنید یاد میگیریم، و همه این چیزا میتونه تغییر پذیر باشه. اینم برای آخرم یه جمله از یکی از این نوروساینتیست‌ها گفتم، که آقای میشل منی، که میگه دنیای در دنیای ما آرامش و شادی مادران باید بر همه چیز مقدم باشه، اونم به خاطر رولی که مادر میتونه داشته باشه توی رشد کودک. خیلی از توجهتون.